از مسابقات وشوی قهرمانی جهان در بخش زنان، سه بار نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در سالن برگزاری این مسابقات از مدال‌های طلایی وشوکاران تیم ملی کشورمان خبر می‌داد. الهه منصوریان در فینال وزن میانه‌های 52 کیلوگرم در مساف با حریف خود از کشور کره موفق شد علی‌رغم آسیب دیدگی در ناحیه صورت پیروز میدان شود و مدال طلا را به خود اختصاص دهد. من به عشق ایران جنگیدم. راند اول با ضربه‌ای که خورده بودم نمی‌تونستم بازی ادامه بدم، ولی واقعا جنگیدم. تبریک میگم به همه ایران. واقعا کار خیلی سخت بود. این بازیکن است تکواندو قهرمان جهان بود، اومده بود توی مسابقه شرکت کرد، واقعا کارش عالی بود و خدا رو شکر که تونستیم ببریم. واقعا جنگید. مریم هاشمی دیگر ملی پوش کشورمان در وزن 65 کیلوگرم نیز حریف خود از کشور فرانسه را با اقتدار شکست داد و به مدال طلا رسید. من اسد رقیبای مصر و ترکیه گذاشتم و در فینال با رقیب فرانسوی خودم بازی کردم که شکر خدا همه گفتن که سرگردان از اون برتر بودی. اول به رهبرم بعد به مردم ایران تبریک عرض می‌کنم. من دو بار در رقابت‌های جهانی حضور داشتم، دو مدال زرین طلا رو به دست آوردم. پرچم حجاب و عفاف و پرچم جمهوری اسلامی ایران رو در بین تمام دنیا بالا بردم و اینو مدیون دعای شما مردم عزیز می‌بینم. انشالله که نماینده های جمهوری اسلامی ایران در هر رشته ورزشی با افتخار، با اقتدار، با غرور پیروز و موفق باشن. نماینده زنان ایران در وزن 75 کیلوگرم شهربانو منصوریان بود که حریف کانادایی خود را در راند اول ناک اوت کرد و سومین طلا را برای تیم ملی به ارمغان آورد. خب بازی مسابقات جهانی سفک مسابقات واقعا بالا بود. ما مسابقه اولم پای فینالم با ویتنام بود، یکی از بازیکنها که سه دوره قهرمان جهان شده بود و تونستم اونه با همال که دو سال پی در پی هم حریفمه و تونستم شکستش دادم. حریف فینالم آمریکای شمالی بود که تونستم اونم شکست بدم. من قبل از مسابقاتم سه تا طلا رو برای خودمون پیش بینی می‌کردم. امروز مخصوصا بازی الهه منصوریان واقعا منو تحت تاثیر قرار داد. باجونی که راند یک تمام صورتش ورم کرده و گونه‌اش شکسته بود، ولی بازی رو تا آخر ادامه داد و بازی رو هم برد. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. دو تا تیم خارج از این تیم داشتیم که اگر میومدن در این مسابقات میتونستن موفق بشن در بخش بانوان و اینها با شرایط خیلی سختی انتخاب شدن و الحمدلله نتیجه فوق‌العاده‌ای هم تونستن بگیرن که باعث خوشحالی برای همه مردم ایران. در بخش طلای مردان نیز فرشاد عربی به مقام سوم جهان رسید و برای دومین بار در این دوره از مسابقات مدال آور شد. تو فرم نانچوان، فرم دستم مدال برنز رو گرفتم. توی این مسابقه واقعا وقتی یه نفر اینجا مدال میگیره مدال دومو بهش نمیده، ولی در کل نتیجه خوبی بود اون برنزی که. فردا هم سه وشوکار تیم ملی کشورمون محسن محمد سیفی، امیر فضلی و حمیدرضا قلی پور در فینال این مسابقات برای کسب مدال طلا با حریفان خودشون مبارزه میکنن. حمید امامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کوالالامپور.